you very much for the interest you expressed in joining this press conference. میخوام چند کلمه خدمتون باشم، معرفی بکنم اهداف این سفر رو، سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل رو، و بعد هم گزارشگر ویژه شخصا خودشون محبت میکنن و صحبتهایی خواهند داشت. بسیار خانم دوان گزارشگر ویژه سازمان ملل هستند و 12 روزه که وارد ایران شدند. زمان کوتاهی است که اینجا حضور دارم. منتها سازمان ملل همین زمان رو تخصیص داده که گزارشگر ویژه بیاد مسائل مربوط به حقوق بشر رو در این کشور ارزیابی بکنه. در ابتدا برای توضیحات حتما تأکید باید بشه که گزارشگر ویژه محترم هدفش ارزیابی وضعیت حقوق بشر کشور نیست، دقت کنید، بلکه میخواد ببینه تا چه اندازه اقدامات قهرآمیز یک جانبه یا تحریم‌ها تأثیر روی حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه داشته. این مأموریتش است. I think it's also important to خیلی مهمه به نظر من که چند کلمه در مورد رویه های ویژه‌مون هم صحبت بکنیم، اینکه چی هستن این رویه های ویژه. Special procedures are a mechanism which has توسط شورای حقوق بشر تصویب شده برای اینکه بتوانیم به مسائل مشخصی مربوط به حقوق بشر پرداخته بشه و در مورد اونها بررسی صورت بگیره. بسیار بیش از 50 رویه ویژه داریم در این ماموریتمون. حالا یه سری در واقع ماموریت ها موضوعی هست، یه سری ماموریت ها مربوط به کشور هست. در ماموریت موضوعی مسائلی مطرحه نظیر حالا تأمین حق آب، بحث بازداشت ها مطرح است، بحث اجرای قوانین و در واقع در مورد افراد، حقوق زنان، حق مسکن، حق تغذیه و مسائلی از این دست مطرح است. ایشون کارشناس مستقل هستند، دقت بفهمید، کارشناس مستقل هستند گزارش دیگر ویژه سازمان ملل و توسط شورای حقوق بشر ایشون منتصب شدن به این سمت از طریق یک فرایند انتخاباتی در واقع. نقششون پایش مسائل موضوعی مربوط به حقوق بشر هست برای اینکه اینها رو مستند بفرمایند و اینو به شورای حقوق بشر منعکس کنند و گزارش بدند. در این مورد خاص و این سفر خانم دوان گزارشگر ویژه هستم که بحثشون بررسی پایش و مسئله تأثیر تحریم ها یا اقدامات قهرآمیز یک جانبه هستش، تأثیرش روی حقوق بشر هست، بررسی این موضوع هستش. اینو حتما بهش توجه بکنید که گزارشگر ویژه کارمند سازمان ملل نیست، دقت بفرمایید، گزارشگر ویژه کارمند سازمان ملل نیستند، یعنی حقوق از اونجا نمیگیرند. حالا من خودم کارمندم و حقوق میگیرم از سازمان ملل، ایشون اینطور نیستن، مستقل. ایشون خودشون کار خودشون رو دارن و بعد خدمات مربوط به در گزارشگر ویژه رو به صورت رایگان به سازمان ملل متحد ارائه میدند و معمولا در کشور مبدع خودشون هم حضور دارند. درست شد؟ خب خواستم اینجا توضیح بدم که اینکه گزارشگر ویژه کیست و چه شرایطی رو داره. حالا نحوه عملکرد رو توضیح میدم به صورت کوتاه خدمتتون. کارشناس کارشناس مستقلی است. یعنی چی؟ از هیچ کس دستوری یا در واقع ملاحظه رو دریافت نمی کنند، چه از سمت دولت
یا از سمت کنشگران غیر دولتی، چون توصیه ای رو نمیپذیرن و هیچ دستوری رو، و از خود سازمان ملل هم توصیه ای رو نمیپذیرن، از دبیر کل هم توصیه ای رو قبول نمی کنند. کاملا ایشون مستقل هستند و ارزیابیشون رو انجام میدن و برآوردهاشون بر اساس موازین و اطلاعات حوزه بین الملل هست. خب من تقاضا میکنم خانم دوهان صحبت بکنن. ایشون دو سال پیش به این سمت در واقع منصوب شدند، از چهار کشور بازدید کردن و ایران کشور چهارمی است که بازدید کردن. ایشون سه گزارش ویژه‌ای که منتشر شده در مورد سفرهای قبلیشون منتشر کردند و تنظیم کردند و الان میخواد یافته های اولیشون روشون میخوان در واقع در اختیار شما قرار بدند بعد از این 12 روز سفر در این کشور. در ماه سپتامبر امسال خانم دوهان نسخه کامل گزارشون رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم خواهند کرد. بسیار خوب. یه توضیح هم بدم در مورد اصولی که مربوط میشه به عملکرد گزارش ویژه، با توضیح میدادم که ندادم چیزی بدیم بگم. اصولی که دنبال میکنند بحث استقلال هست، استقلال عمل، بحث بی‌غرضی یا بی‌طرفی است، عینیت داشتن در تنظیم گزارش، راستی آزمایی و صحت سنجی اطلاعات دریافتی، بحث رعایت محرمانگی، منظور حفاظت منابعی که بهشون اطلاعات میدن، منظور این هست از بهرمانگی، و بعد همین که این گزارش باید فراگیر و جامع باشه. وقتی میگیم جامع یا فراگیر یعنی ایشون با هر طرفی که بتواند اطلاعات موثقی در مورد حوزه فعالیتشون ارائه بده، ایشون صحبت میکنن و تعامل خواهند داشت. منظور این هست، یعنی حالا هم بخش دولتی هم بخش کنشگران غیر دولتی، میتونه خانواده ها باشه، خانواده قربانیان باشه، دانشگاهیان، پژوهشگران، هر کسی که بتواند تجارب خودش رو و اطلاعاتش رو در اختیارشون قرار بده، ایشون با ایشون تعامل خواهند داشت. این نقطه رو توضیح دادم. ابتدا خانم دوهان ایشون یک استاد حقوق بین الملل هستند. خانم دوهان تعداد زیادی مقاله و کتاب به رشته تحریم در آوردن، مربوط به البته مسئله تحریم ها، و یکی از کارشناسان بین‌المللی این حوزه هستند. توی بحث تحریم ها 20 ساله، شاید هم بیش از 20 سال تحقیق انجام میدهند. خانم پروفسور دان میخوان یافته های اولیشون رو بعد از این 12 روز سفر به مطمئن مطرح کنند. خیلی متشکرم آقای بوشهر بابت این مقدمه. از همه که بخیر خانم آقایان، در معمولیت من سفری داشتم از جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 18 می سال 2022 برای جمع‌آوری اطلاعات، بحث که در اون در واقع بحث بی‌غرضی، بی‌طرفی، راستی آزمایی و جامعیت اطلاعات مطرح بوده. پس من هم تاثیر منفی تحریم‌ها بوده روی بحث حقوق بشر، تحریم‌های ثانویه و همچنین اقداماتی که در واقع بحث اوور کامپلاینس، اجرای افراطی تحریم هاست. اگر حالا این گزارش اولی از گزارش نهایی در شورای حقوق بشر در سپتامبر 2022 ارائه خواهد شد. واقعا تشکر میکنم از همه طرفینم به خاطر اینکه با من جلسه گذاشتن و اطلاعاتشون رو به اختیار من قرار دادند. تمام ورودی اطلاعات قطعا بررسی میشه، دقیقاً راستی آزمایی و سرسنجی میشه. همچنین میخوام تشکر بکنم از دولت و شورای عالی حقوق بشر به خاطر گفتگوهای سازنده شون و تسهیل این سفر و تمام در واقع جلسه رسمی رو هماهنگ کردند. من نمایندگان دولت رو و از اونها رو دیدم، نماینده چند عضو سازمان جامعه مدنی رو هم دیدم، از بخش‌های مختلف بودند، اونایی که تو بخش سلامت و بیمارستان بودند، اونایی که تو بخش خیرین بودند، نمایندگان نهادهای مالی بخش خصوصی و دولتی، کنشگران حقوق بشر، کسب و کاران و اعضای دانشگاهی رو همه رو در واقع باشون جلسه داشتم. همچنین مشاور
مدابره داشتیم با آژانس های سازمان ملل، مخصوصا آژانس های تخصصی سازمان ملل و پروژه هایی که در ایران هستش و همچنین اعضای دیپلماتیک کشورهای مختلف. میخوام تشکر بکنم از هماهنگ کنندگی مقیم سازمان ملل و کل تیم سازمان ملل به خاطر پشتیبانیشون از سفر بعد. ایران مشمول دامنه گسترده از تحریم های یک جانبه بوده، البته این برای مدت طولانی اتفاق افتاده. به طور ویژه آمریکا تحریم های مالی و تجاری بزرگی رو از دهه 1970 روی کشور تقریبا تحمیل کرده. از سال 1995 هم اقداماتی که انجام داده برای اینکه ایران رو منزوی بکنه از نظام مالی و تجاری جهان. دامات در سال 2010 گسترش پیدا کرد و در سال 2010 خیلی از بخش اقتصادی رو پوشش داد. تحریم های امریکا هدفش بانک مرکزی ایران و بانک های تجاری ایران هم بود. اتحادیه اروپا اقدامات محدودکننده و تحریم های جامعی رو تنظیم کرد در برای ایران در سال 2010 که در کنار اون در سال 2012 تحریم نفت صورت گرفت و بعد بخشای کلیدی اقتصاد ایران محروم از تجارت شدن و بعد هم بخشای کشتیرانی و کشتی سازی ایران و بخشای خاصی از بانک مرکزی محدودیت های بسیار مشخصی برای خدمات مالی براشون تحمیل شد. بعد از اینکه در واقع برجام امضا شد و همچنین قطعنامه 2231 که شورای امنیت در سال 2015 تمام تحریم های ثانویه برداشته شد، تحریم های رو برداشته شد از جمله تحریم هایی که روی بخش فناوری بودش. سازمان ملل به این گونه عمل کرد که در واقع از طریق برجام بشه اقداماتی انجام داد و یک به خوشم سرگذاری در ایران بودش. در 8 می سال 2018 ایالات متحده آمریکا به صورت یک جانبه از برجام خارج شد و مجدداً تمام تحریم های برداشته شده رو وضع کرد، تحریم هایی رو افزایش داد، از جمله این که بانک مرکز ایران و چند بانک ایرانی رو در لیست تحریم ها قرار داد. بیشتر نهادهای مالی بین‌المللی از بازار ایران خارج شدند. دارایی های ایران در کشورها و با حساب های خارجی مسدود شدند که برآورد میشه 100 تا 120 میلیارد دلار باشه ارزششون و بیش از 1700 فرد و نهاد باز در این تحریم‌ها قرار گرفتند. در حال حاضر اتحادیه اروپا، انگلستان، استرالیا، جمهوری کره و سایر کشورها تحریم‌های یک جانبه ای همچنین مسدود کردن دارایی و ممنوعیت سفر رو در مقابل تعداد زیادی از افراد حقیقی وقود تنظیم کردن. کانادا تحریم های رو علیه بخش های کلیدی ایران تنظیم کرد و فعالیت های مالی مختلف محدود کرد. الان بیش از 200 فرد حقیقی و حقوقی در لیست تحریم های کشور هستند. این فضا باعث شده که شرکت های مختلف به صورت افرادی تحریم رو اجرا بکنند و خیلی از کنشگران در رابطهشون با ایران به خاطر اینکه پس پیامت های همکاری بران ترس دارن جلوگیری میکنند و اجتناب میکنند. اطلاعات در واقع پروسس اطلاعات بانک ملل به این نتیجه برسیم که تحریم های یک جانبه تأثیرات منفی چند جانبه داشتند روی اقتصاد ایران و همه بخش ها بررسی انجام شد. مطالعات مختلف نشون میده ارتباط مستقیم رو بین ممنوعیت تجاری و همچنین محدودیت های مالی رو و شاخص های اقتصادی این کشور رو. تحریم ها روی بخش های کلیدی از جمله نفت که بیش از 2/3 در واقع درآمد کشور شامل میشه باعث میشه کاهش درآمد شدید اتفاق بیفته. آمار نشون میده که تحریم مجدد ایران از سال 2018 تأثیرات منفی بسیاری رو داشته روی اقتصاد ایران داشته. من نمیخوام به آمار یک بخش خاص اشاره بکنم چون دامنه این آمار و روندهای اون در بخش اولی در واقع
خیلی طول کشیده. میخوام که به گزارش ما مراجعه بکنید که توی همین نشست خبری توسط در واقع همکاران سازمان توضیح میشه، به اون مراجعه بکنید. یه گزارش 8 صفحه‌ای است. باید این رو اشاره بکنم که در سفرمون ما توانستیم که تأثیرات مخرب تحریم رو بخش حقوق بشر، تقصیرش روی اقتصاد، روی اشتغال، رفاه، ظرفیت دولت در بحث تأمین غذا، مسکن و حمایت اجتماعی و بحث آموزش و پرورش پاسخگویی به بحران و زیرساختها رو شاهد باشیم. همچنین تأثیر این تحریم‌ها روی بخش دانشگاهی بوده، بخش فناوری، ورزش و تبادلات فرهنگی هم بوده است. It affected also handicrafts and economic growth as well as international cooperation. زیر تحریم های یک جانبه خانم آقایان، مخرب ترین در مورد بیشتر روی گروه های آسیب پذیر بوده، مخصوصا خانواده های کم درآمد، کسانی که بیماری های خاص داشتن، سران سرپست خانوار، مهاجران افغانی و همچنین سالمندان. همچنین باید تذکر بدم که ارائه کمک های بشر دوستانه حتی از آژانس های سازمان ملل و سازمان های بیرون ملل مشکل در قبال پول. ما یه سری من میخوام توضیحات بدم در مورد بعضی از دغدغه‌های جدی در واقع تصمیم شده با توجه به پیچیدگی تحریم‌های یک جانبه ارزیابی فعلی فقط در واقع بعضی از جنبه‌های رو نشون داده و دامنه اصلی و کلیون گسترده‌تر هستش، مخصوصا بحث بحران‌های ملی که دولت آمریکا در سال 1995 اعلام کرد شده بستری برای تحریم علیه ایران. در مارس 2021 باز یک سال این تمدید شد و باعث شده که حقوق مدنی و سیاسی بهش متعرض بشن، مردم دچار مشکل شده و وضعیت بحرانی تر شده و کمکی نکرده به بحث، باعث شده که به صورت خودکار جمعی تنبیهات رو برای هم در نظر بگیرید، بسیار منفی است. من تاکید میکنم که طبق حقوق بین الملل اقدامات یک جانبه فراتر از شورای سازمان ملل متحد زمانی میتواند اتخاذ بشه که اگر تعهد بین المللی کشوری نقض بشه و میتواند در واقع اقدامات متقابل رو انجام داد. طبق حقوق بین الملل می توان همچنین در واقع کشورهایی که نقض میکنن نوع موازین بین المللی رو میشه در واقع از طریق اونها تعهدات بین المللی رو کاری کرد اجرا بکنند و این باید متناسب باشه با اون نقض قانون و لازم هم باشه و موازین اولیه حقوق بین المللی رو نقض نکنه، از جمله حقوق بنیادین بشر رو نباید نقض بکنه. همچنین یادآور میشم که بانک مرکزی باید کاملا ایمن باشه در برابر این نوع اقدامات به خاطر اینکه در به مردم عموم مردم خدمات ارائه میده. علاوه بر این حد اکثر فشار بحث سیاست ها و تهدید ها بر روی شرکت ها و افراد حقیقی حقوقی نقص در واقع همکاری های مدنی بین کشور هاست. اصل در واقع حل و فصل صلح‌آمیز و اصل عدم مداخله در امور داخل سایر کشورها نقض شده است. بنده دغدغه دارم. دغدغه من هستش که تحریم‌های هدفمند یک جانبه به عنوان یک اقدام تنبیهی دست کم تعهدات مربوط به حقوق بشر جهانی رو نقض میکنه. خیلی از این موازین در واقع باید اجرا بشن. همچنین بحث میشه گفتش که براءت رو هم نقض کرده. همچنین خیلی از شرکت ها و نهاد ها رو دوچار نقض قانون انجام داده. Companies operating with Iran or dealing with Iranian products, or with the reference to the use of the US dollars for payments or
و تحریم هایی که علیه شرکت هایی که با ایران تجارت داشتن و استفاده از این به عنوان یک استفاده ابزاری و تحمیل در واقع تحریم های ثانویه، این امری بسیار قانونی هست تحت حقوق بین الملل و بحث اعمال افراطی قوانین. از سوی دیگر جلوگیری از دیپلمات های ایرانی که بتوانن و کارمندان اونها که بتوانن حساب های بانکی داشته باشن، این هم برخلاف کنوانسیون وین بوده و همطور روابط دیپلماتیک و همطور مانع شدن از پرداخت در واقع حق عضویت ایران در سازمان های بین المللی و همین که این خطر رو ایجاد می‌کرد که ایران نتواند رأی خود را در مجامع بین‌المللی انجام بدهد، آن هم برخلاف قانون بین‌المللی است و برخلاف در واقع تحریم‌های یک طرفه که علیه ایران هست، از دید نرم حقوقی بین‌المللی و فشارهایی که بر یک کشور شود قابل توجیه نیست و برخلاف مسئولیت بین‌المللی حقوق بین‌الملل هست و بنابراین از دید شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قابل توجیه است. به عنوان تحریم های یک جانبه، تحریم های اولیه، ثانویه، تهدید به در واقع اعمال تحریم ها، همه اینها بحث وضعیت حقوق انسانی رو در ایران به خطر انداخته. این تحریم های اعمال شده بر صادرات کالاها و همینطور تحریم بانک های ایرانی باعث خواهش از و که در همینطور تحریم داروها و مواد غذایی باعث این کاهش بسیار درآمد دولت شده، افزایش در واقع قیمت ها و به فقر و مسائل در واقع مربوط به معیشت مردم آسیب زده و بیشترین افرادی هم که آسیب دیدن افراد آسیب پذیر بودن، افراد فقیر بودن و همینطور پناهندگان و زنان سرپرست خانوار. این تحریم ها همچنان مانع شدن که دولت بتونه به منابع خودش دسترسی داشته باشه و که بتواند در زمینه توسعه و مسائل زیرساختی کشور هم نظیر مدارس، بیمارستان ها و غیره بتواند سرمایه گذاری کنه و همینطور مانع از این شده که افراد دانشگاهی بتوانند تبادل دانشگاهی داشته باشند، حضور داشته باشند در مجامع بین‌المللی و تاثیر بسیار مخربی به کل جمعیت انسان‌های عادی در ایران داشته است. از سوی دیگر تمام این در واقع تحریم‌هایی که انجام شده و باعث شده که مشکلات بسیاری از لحاظ تبادل و بانکی و پولی داشته و باعث شده که حتی وام‌هایی که ایران دریافت می‌کرده با مشکل ایجاد کرده و این باعث شده که مشکلات زیادی برای در واقع حتی اتباع کشورهای دیگر هم به مشکل پیدا بشن و اینها از آنجا که تحریم بانکی باعث شده که برای خرید ناچار بشن این رو از کشور ثالثی انجام بدن، این باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت و مشکلات دیگه شده و این خصوصا در مورد مسائل مربوط به دارو خیلی مشکل ایجاد کرده. مانع شدن از حضور ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق مانع شدن از پرداخت حق عضویت ایران در سازمان بین‌المللی، این باعث شده است که ایران همکاری‌های بین‌المللیش مختل بشه. من با نگرانی متوجه شدم که به علت در دسترس نبودن ماشین‌آلات جدید و قطعات یدکی و نرم افزارها و به طور کلی تکنولوژی و همینطور دارایی‌های ایران که بلوکه شده در کشورهای دیگه، این باعث شده که ایران در موارد استراتژیک حتی به نیاز به وام داشته نتونه به اینها دسترسی داشته باشه و این بسیار تاثیر مخربی داشته بر زندگی مردم، بر سلامت اونها و در واقع
رشد و توسعه تکنولوژی های نوین و همینطور مسائل زیست محیطی رو ایجاد کرده و باعث شده که به آلودگی زمین و آب و خاک و مسائل زیست محیطی رو دامن بزنه. از سوی دیگر من تاکید می کنم که کاهش درآمد دولت و ناشی از صادرات کالاها باعث افزایش تورم و قیمت ها شده و این امنیت غذایی مردم رو به خطر انداخته، بحث سلامت و مسکن رو به خطر انداخته و حق مردم عادی به غذا، آزادی و همچنین بحث فقر رو و دامن زده. و از سوی دیگر با توجه به اینکه بحث من واردات داروها خلاف آنچه که ادعا شده در ایران مشکلات بسیاری وجود داره به خاطر تحریم‌های ثانویه و این میتونه در واقع نقض قوانین مدنی و کیفری باشه و توصیه این هست که بحث پرداخت‌های بانکی و وقت در واقع مشکلاتی که در این زمین داشته باشه این مطرح بشه که بحث حقوق انسانی مردم ایران رو به خطر انداخته. از سوی دیگر مشکلاتی که در زمینه واردات ماشین‌آلات و بحث مواد اولیه برای تهیه دارو و مواد مسائل دیگه و کلا تولیدات و همینطور بحث ممانعت بانک ها از انجام تراکنش های بانکی، همه اینها موج از این شده که بحث نرخ مرگومی رو بالا ببره و بحث مردمی، بحث معلولیت و مسائل دیگه رو در بحث سلامتی انسان به وجود آورده و باعث شده که کیفیت کالاها به پایین بیاد و قیمت ها بالا بره و این باعث کاهش همینطور تولید مواد غذایی شده که این بحث امنیت غذایی مردم عادی رو به خطر میندازه و خصوصا افراد آسیب پذیر و افراد با معلولیت و کلن باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شده و حق زندگی با کرامت انسانی رو پایمال کرده. طیف گسترده تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک جانبه و به همراه تحریم‌های ثانویه و همینطور تحریم بانک‌ها، همه اینها باعث شده که شرکت‌های بخش خصوصی و مؤسسات خصوصی ناچار بشن که به دنبال راه‌های جایگزین باشن برای اینکه بتوانن در تجارت بین‌المللی شرکت داشته باشن از طریق در واقع طرف‌های سالس و این باعث کاهش کیفیت و افزایش شدید قیمت شده و هزینه ها شده. از سوی دیگر اکراه و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای همکاری با مؤسسات آموزشی و علمی و ورزشی و فرهنگی و هنری و فناوری، همه اینها که به علت بخشی تحریم‌ها هستن به خاطر عدم توانایی انجام پرداخت‌های بانکی از ویزا و مسائل دیگه و همینطور مقالات علمی که از طرف دانشمندان ایرانی به مجامع بین‌المللی و ژورنال‌های بین‌المللی فرستاده میشه و اونها متاسفانه اینها برگشت میخوره و رد میشه و دانشمندان ایرانی قادر نیستن که استفاده بکنن از فرم‌های بین‌المللی و این به خاطر اینکه از IP آدرس در واقع ایران وقتی سعی میکنن که در این سایت‌ها حضور داشته باشن محروم میشن و این در واقع حق آموزش همه این افراد آکادمیک و دانشگاهی رو و حق فرهنگیشون رو پایمال میکنه و مانع از همکاری های فرهنگی و علمی میشه و آزادی حقوق فرهنگی. از سوی دیگر از جنبه اقتصادی، چالش های اقتصادی که در نتیجه این تحریم ها باعث شده، مانع از این شده که دولت ایران بتواند کمک های مستمر رو به گروه ها و اقشار محروم جامعه پرداخت بکنن، از جمله پناهندگان کشورهای دیگه، پناهندگان افغانی و همینطور تلاش های ایران برای اینکه بتوانن به پناهندگان افغانی هم به صورت قانونی و هم غیر قانونی رو بتوانن خدمات یکسان به اینها در واقع فراهم بکنن، این قادر نبوده به خاطر کاهش درآمدهای دولت. این تحریم های یک جانبه در کنار کاهش همکاری ها و حضور بین المللی ایران
و در واقع وضعیت بد اقتصادی، همه اینها حق استخدام، حق شغل، حق در واقع اجتماعی جمعیت مردم ایران رو نقص کرده و همینطور در باعث افزایش فقر رو اعتیاد و مسائل دیگه شده. من در واقع تلاش های دولت رو در زمینه کاهش اثرات این تحریم ها در اقشار دیگه تصدیق می کنم، اما باید در نظر داشته باشیم که اینها واقعا باعث در واقع قانونی شدنه، هیچ وجه قابل توجیه نیست این تحریم های یک طرفه. این تحریم های یک طرفه در مورد همه در واقع امور تجاری ایران، حتی بیمه و مسائل دیگه، مانع از این شده که سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی حتی بتوانند کمک‌های خودشون رو در واقع به ایران برسونن و حتی سازمان‌های غیر دولتی نتوانستن حتی کمک‌های بین‌المللی رو برای مسائل بسیار انسانی دریافت بکنن و حتی داروها و همینطور داروهای نجات بخش و مسائل دیگه که مسائل انسانی داره به علت همین ممنوعیت پرداخت های و انتقال پول بین المللی با مشکل ایجاد شده. ما از سوی دیگر افزایش شدید قیمت های و هزینه فعالیت این سازمان ها رو داریم و این ما در واقع باعث شده که اینها، این سازمان بین المللی در واقع حتی ممکنه از لحاظ قانونی مشکل برخورد بخورن اگر وارد امریکا بشن، چون در ایران در واقع فعالیت داشته و این در واقع حتی میتونن در ورودشون به امریکا با مشکل باعث بشه. من در این قسمت چند توصیه دارم. اول از همه همه طرفین را یادآوری میکنم که تعهدات خودشون را تحت در واقع منشور سازمان ملل متحد فراموش نکنن، از جمله بحث احترام به مسائل مربوط به عدم مداخله به مسائل داخلی کشورها و همینطور توصیه میکنم که بلافاصله متوقف کنن تمام تحریم هایی که به صورت یک جانبه تحمیل شده و مورد یک گفتمانی بشوند و مانع از این بشن که اثرات منفی در واقع این تحریم ها بر مردم ایران وارد بشه، مردم معمولی وارد بشه. من از تمام کشورهایی که تحریم ها را اعمال کردن، خصوصا ایالات متحده، می خواهم که بلافاصله تحریم ها را از ایران بردارن، از مردم ایران، و بر اساس این، چون این تحریم ها بر اساس حقوق بین الملل قابل تحقیق قابل توجیه نیستن و خصوصا در مورد تجارت و همینطور بحث پرداخت ها و انتقال پول، این باید این تحریم ها برداشته بشه و مسائلی که مربوط به زیرساخت میشه از جمله غذا، دارو و آب و بهداشت و برق و مسائل انسانی و ارتباطات، اینها باید حتما از تحریم ها معاف بشن. و همینطور یادآور می شوم که هیچ، حتی اگر هدف خوبی هم از تحریم باشه، این توجیه نمی کنه این کار غیر قانونیه. من دولت امریکا رو از توصیه می کنم که بفاصله تمام در واقع بحث وضعیت اضطراری که در نظر گرفته برای در واقع مطابق قوانین بین الملل در نظر بگیره و تعهدات خودش رو در نظر بگیره. من از همه طرف ها، از جمله شرکت ها، بانک ها، بخش خصوصی و همه خواهش میکنم و درخواست میکنم که در واقع از هر کاری که ممکنه در واقع به صورت قهرمانی و یک طرفه در نقض در واقع قوانین بین الملل باشه، در اجرا و تبعیت از این تحریم ها رو متوقف کنن و در واقع این رو بتونن در واقع جمعای انسانی شو در نظر بگیرن. من از دولت ها میخوام که تمام دارایی های بلوکه شده به بانک مرکزی ایران رو در واقع آزاد بکنن که این بر اساس و
بحث حقوق بین الملل و که بتواند دولت بتواند تعهد خودش رو در زمینه حقوق بشر انجام بکنه. من از همه بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی می‌خواهم که مطابق با اصول حقوق بشر از تبعیت افراطی از این تحریم‌ها اجتناب بکنند و جنبه‌های انسانی موضوع رو در نظر بگیرن، خصوصا در زمینه تحویل دادن و فروش داروها و مواد غذایی و موادی که موضوعاتی که مسائل انسانی برمیگرده. من به دولت هم توصیه می‌کنم که راه‌های دیگه‌ای رو برای پرداخت رو هم در نظر بگیره، خصوصا در زمینه کالاهای بشردوستانه. من از همه کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای هم می‌خوام که فراموش نکنن تعهد خودشون رو و بر اساس مقررات بین‌الملل در واقع تحریم‌های فراسرزمین رو اعمال نکنن، و چون این باعث در واقع نقض و در واقع بر اساس قوانین بین الملل حقوق انسانی می شود و به مردم و به شرکت ها و اینها در واقع آسیبی که وارد می کنه قابل توجیه نیست. من همچنین از مؤسسات حقوقی و قضایی منطقه و ملی در نظر می گیرم که این تحریم ها رو در واقع تدابیر رو اتخاذ بکنن که مثل کاهش ریسک بشه و جنبه های اقتصادی این در واقع تحریم ها رو در نظر بگیرن. من از کشورها رو درخواست میکنم که در واقع کشورهای تحریم کننده که مطمئن بشن که ایران بتواند حق و عضویت خودش رو در سازمان بین المللی پرداخت بکنن، دیپلمات های ایرانی بتونن از حق در واقع و دیپلماتیک که خودشون برگزار بشن که بتوانن حساب های بانکی باز بکنن و بتوانن در واقع مسائل مالیشون رو انجام بدن و این در واقع بلوک کردن حساب دیپلمات ها، این در نقض کنوانسیون وین هست در مورد در واقع دیپلمات ها، همینطور در کشورهایی که درگیر برجام هستن و آمریکا ازشون خواهش میخوام که این صحبت ها و مذاکرات رو ادامه بدن. من از بانک ها و مؤسسات ورزشی فرنگی و در واقع دانشگاهی میخوام که این امکان رو تسهیل کنم برای دانشمندان ایرانی، همینطور هنرمندان و ورزشکاران ایرانی که همکاری های بین‌المللی خودشون رو انجام بدهن و همینطور بتوانند که این تعامل و همکاری رو در زمینه‌های آموزش و ورزش و فرهنگی انجام بدن و این تعاملات باعث در واقع کمک خواهد کرد به دستیابی به اهداف توسعه پایدار و همینطور مانع از جنگ و سوء تفاهم ها بین کشورها خواهد شد. همینطور از همه طرف ها خواهش در واقع می خواهم که حق دسترسی به اطلاعات را به صورت آزاد برای ما در واقع فراموش نکنن و این رو نقض نکنن و همینطور همکاری هماهنگی بین دولت و همینطور تیم کشوری رو من این رو در واقع و همکاری با کمیساری عالی حقوق بشر رو تشویق میکنم که این گفتمان و این هم مذاکرات رو ادامه بدن و در واقع بتوانند موجب به ارتقای حقوق بشوند از طریق این گفتمان ها. من همینطور از تیم کشوری سازمان ملل یونیسف UNDP و UNAIDS میخواهم که بیشتر کمک بکنن به ایران که داروها و مواد اولیه و همینطور رو تهیه بکنن برای ایران و کمک بکنن به دولت، خصوصا در مورد بیماری های بسیار سهل و علاج مانند بیماری پروانه‌ای، تالاسمی، هموفیلی، HIV، سرطان، هموفیلی و اوتیسم و MSA و دیابت. من البته در مورد اینکه کشور در واقع خدمات که به مردم و در واقع اتباع افغانستان در این کشور داره ارائه میشه تحسین میکنن و در واقع میخوام که به دولت ایران کمک بشه در این زمینه و از تیم کشوری سازمان ملل و همینطور آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی و
میخواهم که یک همکاری خیلی جدی با ایران داشته باشن که بتوانن تأثیر این تحریم‌ها یک جانبه را در مورد نقض حقوق بشر در ایران کاهش بدن و بتوانن برای در زمینه در چارچوب اوکراینی قانون و همینطور اهداف توسعه پایدار این کار رو انجام بدن. من البته این رو آگاه هستم که تمام کشورها تعهد دارن که بتوانن مشکلات خودشون رو از طریق مجامع بین المللی حل بکنن، از طریق چارچوب های مختلفی داره از جمله پیمان مودت و همینطور نهادهای دیگه بتوانن این مشکلات خودشون رو و بحث های خودشون رو و از همه سازوکارهای بین الملل استفاده بکنن که بتوانن در واقع این مسائل رو حل بکنن و مردم خودشون رو از این تحریم ها در واقع محافظت بکنن. و من از همه در واقع نهادهای مربوطه درخواست میکنم که توجه خاصی به تأثیر مخرب و منفی این تحریم یک جانبه بر مردم ایران داشته باشد و از دفتر کمیسیون عالی و همینطور اوچا هم میخواهم که بیشتر بتوانن به قربانیان در واقع کسانی که حقوقشون نقض شده در اثر این تحریم ها تمام تلاششون رو بکنن که این جبران بشه، همینطور از همه دولت ها، سازمان بین المللی، سمن ها، بانک ها و شرکت ها میخوام که در واقع در مورد تحریم های ثانویه یک چارچوب مشخصی رو مورد بحث قرار بدن که این در واقع این تبعیت افراطی از این تحریم ها مانع موجب این نشود که در واقع حقوق انسانی مردم عادی نقض بشود. خیلی تشکر میکنم و آماده هستم برای سوال هایی شما. Okay, we're going to start the questions. The order is by the time you arrived in the room. There are 31 journalists here, so I ask you to present your questions briefly. The first journalist, Ms. Arezu Raufirat from Iran Press. Ms. Arezu Raufirat from Iran Press, please. خوش آمدید خانم دوهان. شما بخشی از سوالات من رو پاسخ دادید. میخواستم بپرسم ارزیابی شما چه توی گزارشتون چه توصیه هایی داشتین در مورد اقدامات قهرآمیز امریکا بر ایران؟ ببخشید سوالتون رو تکرار میکنید، داشتم اشتباه به ترجمه فارسیش گوش میدادم. گفتم که توصیه شما در گزارشتون چی بوده بر اساس ارزیابی داشتین در مقابله با اقدامات منفی امریکا علیه ایران؟ میخواین چند تا سوال رو با هم جواب بدم؟ اوکی، مستر حامدی from Russia to Day roughly. میکروفونشون قطع. با توجه به واقعیت جدید سازمان ملل میخواستم ببینم که نظر شما در مورد تحریم‌ها یک جانبه بوده که الان ایران و روسیه هر دو باش مواجه هستند. راجع به این تحریمات هم یه جمع چیست؟ مستر رضا حاتمی from TRT please. سلامتون بخیر. میخوام ارزیابیتون داشته باشم در مورد این که تحریم های غربی چقدر باعث نقض حقوق بشر در داخل ایران شده. نظرتون رو بفهمید. مرسی. Thank
خیلی متشکرم بابت این سوالات. در مورد سوال اول، در مورد حالا توصیه که شده در مورد حالا راستی آزمایی اطلاعات، واقعا دادن یک راهنمایی توصیه خیلی سخته. ما 3 صفحه توصیه نامه داریم و من گفتم که به کشورهایی که تحریم رو تحمیل کردن، اولا گفتیم رفتارشون رو که علیه موازنه بینش متوقف بکنن و توجه بکنن به تعهداتشون مربوط به حقوق بشر. هیچ فعالیت حاکمیتی نباید فراتر از نقض حقوق بنیادی بشر باشه. چند تا توصیه هم شده برای دولت‌های مختلف و نهادهای بین‌المللی که بیشتر فعال‌تر همکاری بکنن، تعامل بکنن با کشور ایران. یکیش این بوده که ایران میزبان تعداد زیادی از پناهندگان افغان هستش و این بدون کمک سازمان ملل نمیتونه این کار را مدیریت بکنه. ارزیابی‌های مختلف دارن میگن که تعداد پناهندگان الان بین 5 تا 8 میلیون نفر هستش که هر روز 2 تا 10 هزار افغان وارد ایران میشن. واقعا دولت براش سخته بدون کمک بین‌المللی بتونه در واقع اینها رو مدیریت بکنه. یه توصیه دیگه ای که من آوردم توی گفتم توی این بعده اینه که دولت داره با سازمان ملل تعامل میکنه برای که برنامه همکاری رو تدوین بکنه که تعاملش افزایش بده. چون من دیدم که در این بازدیدم واقعا مسئله پیچیده شده. بحث کسب و کار و حقوق بشر خیلی مهمه در این کشور و حقوق اقلیت رو بهش توجه بکنیم. دامنه بحث پناهندگانی که ایران هستن اینا خیلی موضوعیت هم مهمن و امیدوارم که دولت ایران تعاملش رو بیشتر بکنه با آژانس‌های سازمان و این مسئله رو بتونه مدیریت بکنه. همونطور که باز در واقع در نتیجه گیری و توصیه هم اومده، خیلی مهمه که به بحث تبعیت افرادی از تحریم ها یا به انگلیسی اوور کمپلاینس بپردازیم که فقط دولتی را نیستش. دولت هایی که تحریم هم کردن و سازمان بین المللی هم همطور و کسب و کارها و شرکت ها با این مشکل مواجه هستند. شرکت ها بیش از حد تحریم ها رعایت می کنند و هیچ گونه تراکنش و تعاملی رو با کسی که در ایران باشه انجام نمیدن. به من گزارش شده که حتی کشورهای خارجی، حتی سازمان‌های دیپلماتیک هم نمیتونن حقوقشون رو وارد حساب بانکیشون بکنن. هیئت‌های دیپلماتیک و سازمان ملل هم همینطور. خیلی مهم. ها تقاضا میکنن، نه فقط توصیه میکنن. این در سالهای اخیر در واقع تقاضا و درخواست میکنم که دولت‌های مختلف، شرکت‌ها، بانک‌ها به صورت فعال تعامل بکنن در ایجاد یه سری اصول که جلوگیری بکنن از در واقع تبعیت افراطی از تحریم‌ها. چون واقعاً حقوق تک تک انسان‌های این کشور، نه فقط ایران، هر کشوری رو تحت تاثیر قرار میده و علاوه بر این آسیب میزنه به حقوق بشر فراتر از مرزهای کشور. منتها فکرس کاملش اومده تو این توصیه ها. تفاوت بین وضعیت، یعنی پیامد تحریم‌ها روی ایران قبلا و فعلا الان. خب این تحریم‌ها در سال 2010 و 2015 بیشتر شدند و بعد در سال 2018 تحریم‌ها مجدداً وضع شد بعد از اینکه یک جانبه امریکا از ترجم خارج شد. من متوجه شدم که دامنه تحریم‌هایی که وضع شده پیش از 2010، یعنی بین سال 2015 خیلی متفاوت بوده. اولا در سال 2010 نحوه اجرای تحریم ها برمیگشته به شورای امنیت که در حقوق بین‌المللی اون گفتیم اینا مشروع هستند و اقداماتی که انجام شد توسط کشورها هدفش اجرای قطعنامه سازمان ملل و شورای امنیت بودش و مشروع بود. در اون زمان علارغم محدودیت هایی که تعریف شد، این تابعیت یا تابعیت افرادی خیلی کم بودش. افرادی چون شورای امنیت خودش دخیل بودش. طبیعتاً یه سری تحریم های یک جانبه داریم که اون زمان در واقع تعریف شد ولی مثل امروز سخت نبود. بعد از سال 2018 علارغم این واقعیت که تا پایان سپتامبر 2020 تمام تحریم‌های شورای امنیت برداشته شده بود، یعنی الان شورای امنیت تحریم رو ایران نداره. علی رغم این
بعد از خارج شدن آمریکا از برجام، دامنه تحریم‌هایی که بر ایران وضع شد خیلی گسترده‌تر شد. یعنی بین بیشتر از سال 2010 تا 2015 بودش و شوربختانه در کنار این تحریم‌ها تحریم‌هایی هم وضع شد، حتی تو بحث حتی در واقع ارائه کالا، بیمه کالا و همچنین نقل و انتقالات بانکی. امروز تمام بانک‌های ایران تحریم شدن و دیگر در سویفت هم نیستند. به هیچ وجه نمی‌توان پول رو سیستم بانکی رو به نمالی منتقل کرد. به خاطر همین، به خاطر دامنه تحریم ها به نظر می‌رسد که واقعاً تأثیر زیادی روی حقوق بشر گذاشته و نسبت به سال 2010-2015 دامنش گسترده‌تر شده. مخصوصاً با توجه بحث اوور کمپلاینس یا تابعیت افراطی از تحریم ها. حتی دانشگاه‌ها، ورزش، بخش فرهنگی، بخش فناوری، هر نوع نهادی اینقدر تحریم شدن که حتی ایران حق عضویت سازمان ملل شده بده. برای دانشگاه‌ها، برای ورزشکاران نمیتونه در واقع حق عضویت پرداخت بکنه به سازمان ملل. حتی به سازمان ملل هم نمیتونه حق عضویت بده. سوال آخر، تا چه حدی روی بحث حقوق بشر تاثیر داشته تحریم‌ها در ایران؟ گفتم 8 صفحه من مثال نوشتم تو این گزارشم. میخوام اونو مطالعه بفرمایید، ولی به قسمت کانکلوژن نتیجه گیریش توجه بکنید، نتیجه گیریش، جمع‌بندیش که باز تو این گزارش هم اولی هم هست. اما میخوام عرض بکنم که حقوق بشر تحت تاثیر بسیار شدیدی بر اساس تحریم‌ها قرار گرفته. بحث سلامتی که خیلی بحث حقوق بشری است. وضعیت ایران بعضی از داروها تولید داخل هستن و ولی مواد خامشون از کشور دیگه وارد میشه. بعد باز میرسیم به مسئله پرداخت‌های بانکی و کیفیت مواد خامی که تحویل ایران میشه. ببینید، در مورد بیماری‌های خاص اصلا نمیشه داروها داخلی تولید کرد. معمولا گفته میشه که میگن که در واقع ما معافیت حقوق بشری داریم تو بحث دارو و بحث مواد غذایی، ولی با توجه به صحبتهایی که من داشتم با تمام ذینفعان و بازیگران، حتی خود آژانس‌های سازمان ملل نمیتوانند اینها رو تحویل ایران بدهند، یعنی مواد غذایی و دارو رو. حوزه‌های دیگر رو در نظر بگیریم، نمیتوان نفت رو صادر کرد و سایر کالاها رو نمیشه صادر کرد و بنابراین درآمد کشور محدود شده. کم شدن درآمد یعنی دولت پول کمتری داره برای تامین بودجه، از جمله برای بخش سلامت، برای بخش ساخت مدارس. میخوام اینها رو در نظر بگیرید. حالا در کنار اتباع ایرانی، شهروند ایرانی، همین سال گذشته از آگوست 2021، کمتر از یک سال، رسما گفته شد که 850 هزار پرونده افغان وارد این کشور شدن. 850 هزار افغانی وارد ایران شدن به خاطر اینکه حالا بچه های زیادن دارن خانواده افغانی. تصور بفرمایید که حدس کم 500 هزار نفر از این پناهندگان کودک هستند و یک مسئله 1000 تا 1200 دانش آموز در وسط میانگین. توجه بفرمایید چند تا مدرسه جدید باید ایران بسازه برای اینکه تحصیل این پناهندگان، بچهای پناهنده رو تامین بکنه. بحث حال از تامین سلامتشون هم هستش. وقتی درآمد دولت کم بشه و نتونه صادرات انجام بده، تک تک شرکت هایی که وابسته به این صادرات بودن متاسفانه آسیب جدی می‌بینند. خیلی‌ها بیکار میشن و یا حقوق افراد بسیار کم میشه و این اتفاق افتاده که بخشی از خدماتی که فقط رو بحث کارشناسی بودش، مثال گفتم که مثلا تو بحث صنایع دستی گفتم 90% کارت صادر میشد و فقط 10% داخلی مصرف میشد، اینو آسیب جدی دیده. بعضی از خدماتی که به افراد خارجی خدمات میداد کوچک شده. صنعت گردشگری دچار مشکل شده.
بانک های کارتی، من مجبور شدم به خودم پول نقد بیارم ایران که پول هتلم بدم. کارت های بدون انگلیسی بانکی اینجا کار نمیکنه. همه جا دچار مشکل شده. تاثیرش روی اقتصاد یادتون باشه رو همه مردم تاثیر میذاره و هر چه سطح درآمد پایین تر بشه در گروه جمعیتی تا زمان تعریف مجدد تقریبا تاثیرشون بیشتر شده. من میتونم وارد جزئیات بشم، بگم بحران اقتصادی چی بوده، تو بحث حقوق فرهنگی بگم چه آسیبی دیده. نمیخوام خیلی صحبت بکنم، ولی توی خود گزارش کتبی من اومدم اینا رو گفتم. جزئیات بیشتر هم در گزارش نهایی شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد. میخواستم اجازه بدین یه نکته رو بگم. گزارش اولیه قرار توضیح بشه در پایان این جلسه، این نشست خبری بین عزیزان. ترجمه هم شده، این در واقع ترجمه میشه در خیلی 19 صفحه، خیلی ریزکاری ها توش اومده. تحلیل حقوقی تحریم ها انجام شده، توصیف شده تأثیر تحریم ها و بعد هم یه سری نتیجه جنبندی داره و توصیه ها، و اینو ما در اختیارتون قرار میدیم. عذرخواهی میکنیم تأخیر داشته، تا لحظه آخرش روش کار میکردن، قطعا سند کامل رو در اختیارتون قرار میدن از این گزارش اولیه. Thank you very much indeed. Mr. Mohammadi from Khorasan Daily Newspaper. Khorasan Daily Newspaper. Reporter is going to be the next. Khorasan Daily Newspaper. Hello and welcome. You touched upon the issue of Afghan refugees, madam. You know that Iran is hosting millions of refugees since 40 years ago, and it has paid a big sum. Also, UN agencies have thanked Iran. But as you said, it is very difficult for us to make the ends meet in this hosting. Iran has not been supported in this area. And Iran is facing a lot of challenges in this area because of sanctions. Are you willing to include this in your report, that even UN agencies, including UNHCR, have must support Iran, and also would you present them with a solution for their financial support? Thank you. Mr. Yusuf. Mr. Mohammad Mohajrani from Mehr News Agency. He's in English. Salam, خوش آمدید به ایران. میخوام دو تا سوال بپرسم. سوال اول من در مورد تضمین ها هستش. چقدر تضمین میکنید که گزارش شما در مورد تأثیر تحریم ها روی مردم ایران تحت تأثیر کشورهای غربی قرار نگیره، مخصوصا آمریکا قرار نگیره؟ سوال دوم من هستش خانم که گام اول شما چیست بعد از اینکه از تهران بروید؟ سوال دوم تکرار میکنید؟ گام اولی که برمیدارید به محض اینکه از تهران بروید چه هستش؟ بعد از اینکه از تهران رفتین گام اولی که برمیداری چیست؟ میشه منظورتون رو بیشتر توضیح بدید؟ گام اول، اولین اقدامی که انجام میدید بعد از اینکه از تهران رفتید چیست؟ مستر یوسف جلالی from Press TV. اصلا بخیر خانم جهان، همونطور که مشخص شده در شورای مقررات کشورهای اتحادیه اروپا باید حفاظت بکنن از شرکتاشون در مقابل تحریم‌های فرامرزی یک جانبه، ولی ببینیم که کشورهای اروپایی همراهی کردن با امریکا و یا بهتر بگم مجبور هستن که رعایت بکنن تحریم های امریکا علیه ایران را. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ میتونیم گزارشتون چگونه به این مسئله میپردازید؟ مرسی. خیلی متشکرم. شما مسائل بسیار مهمی رو مطرح کردید. من سعی میکنم که همین رو بپردازم. مسئله اول در مورد پناهندگان افغان بودش. درست میفرمایید. همطور که گفتم حمایت مالی از ایران کافی نبوده. به همین دلیل که ما سعی میکنیم نشون بدیم این تحریم‌های یک جانبه چه تأثیر و آسیبی زده نه فقط روی اتباع شهروندان ایرانی، بلکه روی پناهندگان افغان که در ایران هستند. به همین دلیل از توصیه‌هایی که من نوشتم اینه که درخواست کردم از جامعه بین‌المللی
حمایت کافی وزیران بکنه، چون فقط کمتر از 8 ماه تقریبا 1 میلیون پناهنده من توران که واقعا جمعیت زیادی است و متاسفانه جمعیت رو افزایش پیدا میکنه. من خیلی امیدوارم که آژانس های سازمان ملل واقعا حرف من رو بشنوند و تو این حوزه هم کمک بکنن. البته سایر دستندکاران هم و بازیگران هم مهم هستند. اینو فقط تو گزارش نیاوردم، دقت بکنید، من اینو در بیانیه پایان اولیه‌ام آوردم، این گزارش اولیه‌ام آوردم، این تو توصیه‌ام این اومده. در مورد سوال دوم، سوالات بعدی، سوال اول اگر فهمیده باشم، مسئله این هستش که چگونه میشه من ضمانت بکنم که توصیه های من و جنبندی گزارش من مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار نگیره. از جمله کشورهای از جمله آمریکا سوء استفاده نشه. این سوال انتظار نداشتم، چون معمولا واکنش ها نسبت به کشورهایی که تحریم در واقع تحمیل کردن از من نپرسیدن، ولی سعی میکنم جوری صحبت بکنم. وقتی میگیم چه گام هایی برداشته میشه، گام اولی که میخوام تاکید بکنم تو همه گزارش ها که میدم به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل هستش که همه کشورها تعهد دارن طبق موازین قانونی عمل بکنند. دول باید حتما سعی میکنن خوب رو هم تأثیر بذارن، ولی تو بحث تأثیر روی سایر کشورها نباید تعهدات بین‌المللی رو نقض بکنه و یا اقدامات اونها فقط بر اساس اقدامات متقابلی باشه که من روی گزارشم گفتم، توی صحبتم گفتم. بنابراین باید توجه بکنید و این تو گزارش اومده که اقداماتی که علیه ایران داره صورت میگیره در واقع نقض حقوق بشر هستش. این گام اول اینکه حالا کارشون غیرقانونیه. وقتی در مورد واقعیتی که صحبت میکنیم، فکر میکنم حالا ظرف چند ماه یا سریع این تحریم ها برداشته بشه، ولی هدف از سفر من این استش که وضعیت رو تجزیه تحلیل بکنم و این اطلاعات رو بیارم برای جامعه بین‌المللی. چون معمولا وقتی با سینما صحبت میکنم، وقتی با کشورهای دیگه صحبت میکنم، اونایی که تحریم رو تحمیل کردن، میگن باور نمیکنیم که تأثیر روی بحث حقوق بشر داشته تحریم ها. میگن باور نمی کنن که در حقوق بشر نقض شده. ولی الان من میخوام این کار بکنم، میخوام مثال های عینی بهش نشون بدم، فعالیت هایی که انجام دادم در این سفر در مورد ایران، اینی که اطلاعات دریافت کردم در مورد اینکه کودکانی که مثلا کودکان پروانه‌ای هستن چه آسیبی دیدن، اونایی که کودکان پروانه‌ای هستن، این اطلاعات رو دریافت کردم. گفتم به من که اون پانسمان و داروهای لازم رو اصلا راهی نیست دریافت بکنن، یعنی نه از طریق دولت، از هیچ راهی، چون شرکت تولید کنندش میگن که ما، من جوابش میدم، ایمیلاش میدم. گفتن میترسن که تحت هدف تحریم آمریکا قرار بگیرند. حالا تازه پانسمان هم بده، پولش چجوری پرداخت بشه، چطوری تحویل بدن؟ بنابراین انسان ها آسیب شدید دیدن. میبینیم نرخ مرگ و میر بین کودکان خیلی بالاست. بیماری های دیگه هم مطرحه، آمار هست، اسناد هست، و اینا رو من میخوام به جامعه برای نشون بدم. بر اساس اسناد نشون بدم تاثیر تحریم ها روی حقوق بشر چی بوده. بنده قبلا ایمان دارم که غالبا دولت ها دیگه نمیدونن تاثیر تحریم ها چی بوده. فکر میکنن که حرف زدن از تحریم ها خب فقط تو رسانه هاست، فقط تحریمه. میگن تحریم ها فقط حرف، حتی میگن تحریم های شورای امنیت حقوق قانونی است. نه، ما اینطور فکر نمی کنیم و متاسفانه بحث تأثیرات حقوق بشریش مخفول مونده. ما میخوایم این کار انجام بدیم، میخوایم بحث مشروعیت تحریم ها راجبش صحبت بکنیم، تأثیرش رو حقوق بشر رو نشون بدیم، و بعد امیدوارم که یواش یواش گفتمانی ایجاد بشه که مسئله حل بشه. خب گام های بعدی که من بعدم بعد از اینکه از اینجا برم، اولا میرم دانشگاهم که امتحان بدم، ولی در مورد ماموریتم غیر از کار دانشگاهی، من فعالیت هام رو طبق ماموریتم ادامه میدم بر اساس کارهایی که از پیش شروع کردم. گام اول این هستش که این میام پیشنویس گزارش نهایی ماموریت ایران رو تنظیم میکنم، و علاوه بر اون میام اقدامات ابتکاری دیگری انجام میدم. اولا
اولا فرضم برای اینه که اطلاعات سایرین از تأثیر تحریم ها خیلی کمه، داریم کال میکنیم و البته الان داریم یه دیتابیسی هم طراحی میکنیم، یه بانک اطلاعاتی که مرتبط باشه با کتابخانه سازمان ملل. یه سری مقارات دانشمندان جهان، حالا از کشورهای تحریم شده باشه چه نباشه، در مورد تأثیر تحریم ها اینها از طریق این بانک اطلاعاتی منتشر بشه تو بحث حقوق، اقتصاد، زیست شناسی، بحث تامین غذا که سازمان های بین‌المللی هم جزء این هاست، گزارش انجی هم شامل میشه، شاید فیلم باشه، مثلا احکام قضایی باید گفتمان راجع به اتفاق بیفته، باید این بحث بشه مورد بحث بحثی قرار بگیره. علاوه بر الان داریم یه سری شاخصه بیرمانی تعریف میکنیم که تأثیر تحریم های یک جانبه را ارزیابی بکنیم. باید عرض بکنم که بنده قبلاً ایمان دارم که فقط یک فرد مثل من یا گزارشگر ویژه نمیتونه فقط راجع به تحریم ها صحبت بکنه. ما باید قوانین بازی رو بدونیم و بعد کنشگرهای بیشتری هم همراهی بودش داشته باشیم. واسه همین من درخواست میکنم از همه تیم‌های سازمان ملل و آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و همچنین سمن‌ها که به مسئله تحریم‌ها تو حوزه هم ماموریت ما بپردازن، و مثلا WHO تو بخش سلامت، یونسکو تو بخش فرهنگی، سازمان‌های تامین مواد غذایی تو حوزه تغذیه، اینا بیشتر کمک میکنه به ماموریت ما. و علاوه بر اون میخواییم مثل اصول راهنما تعریف بکنیم در مورد تأثیر تحریم های ثانویه و مسئله تبعیت افراطی از تحریم ها. گزارش موضوعی من به شورای حقوق بشر امسال تمرکزش روی مسئله تبعیت افراطی از تحریم هاست. توی این گزارش میخوام که همه ذینفعان با من تعامل داشته باشن، به صورت مشترک همکاری بکنیم تا بتوانیم سازگاری تعریف بکنیم که تأثیرات منفی تحریم ها رو به حداقل برسونه و جلوگیری بکنه از تبعیت یا اجرای افراطی تحریم ها. فقط ایران هم نیست، همه کشورها هم تأثیر هستن. میخواییم حالا ارتباطات اتفاق بیفته که نشون بدیم تأثیر منفی تحریم ها روی افراد و شرکت ها چی بوده تو کشورهای مختلف. بنابراین نمیدونم گام اول چه خواهد بود، گام های مختلفی رو من برمیدارم بعد از این سفر چند جانبه برای اینکه بتونم ماموریتم رو اجرا بکنم. در مورد مسئله بحث فراسرزمینی بودن تحریم ها، بحث فراسرزمینی بودن تحریم ها کارو خیلی پیچیده کرده. در اون وقت سخت این سوال جواب بدیم. در واقع درست میفرمایید، ما یک حقوق بین الملل داریم که میگه کشورها نباید تحریم های فراسرزمینی تعریف کنند. متاسفانه آنچه که شاهد هستیم امروز این هستش که تمایل قوی است از سمت امریکا که قانون خودش رو بهش بست بده به کشورهای دیگه، حتی به اساس این سیستم پرداختی که بر اساس دلار آمریکاست، و حتی کشورهای ثالثی که میخوان با کشورهای حالا دیگه میخوان تعامل داشته باشن که ربطی با آمریکا نداره، ولی میگن به نوعی دور زدن تحریم های آمریکاست. در مورد ایران به طور خاص مثال واضحش هسته، کشورهای ثالثی که ممکنه تحت تاثیر منفی قرار بگیرن. به من گفته شده که حتی دانشمندان سایر کشورها و مدیران کشور اگر بیان به ایران توی کنفرانس توی آنشا قبل کنن، بعد از اون مشکل میکنن برای اینکه ویزای آمریکا بگیرن، مثلا میخوان با همکاران آمریکایشون همکاری بکنن، به خاطر اینکه سفر اومدن به ایران و به خاطر اینکه ویزای ایران خورد توی پاسپورتشون. میگن مسائل فراسرزمینی، به همین دلیل که من خیلی توجه کردم به تعامل تمام ذینفعان و در با سازمان های بریمنی صحبت کردم، دولت های مختلف، شرکت های مختلف، نظام بانکی، سازمان های تجارت بریمنی و سازمان های مردم نهاد که یه سری اصول رو تعریف بکنن در مورد تحریم های ثانویه، اجرای افراطی تحریم ها، بس حقوق بشر.
این نکته رو تصدیق بکنم که سوال قبلی در مورد تضمین بود، به هیچ تأثیری نخواهد داشت بر گزارش من و من به عنوان یک گزارشگر مستقل سازمان ملل دارم عمل می‌کنم و بنابراین ما یک در واقع یک کار فردی هست و به هیچ وجه ما هیچ گزارش ما تأثیر سازمان ملل، سازمان‌های دیگه و دولت‌های دیگه از جمله آمریکا قرار نخواهد کرد. حتی خود سازمان ملل هم قادر نخواهد بود بر گزارش من و کار من دخالتی بکنه و به خاطر اینکه بر گزارشم بر اساس در واقع همه آمار و در واقع شواهدی هست که تصدیق شده و من جمع‌آوری کردم و اگر حتی از یک منبع هم یک موضوع مهمی رو من دریافت بکنم اون رو در گزارش خودم منعکس خواهم کرد. این رتبه رو هم بگم که حتی قبل از سفر به این کشور و در واقع یک فراخوانی دارم که هر اطلاعاتی که در واقع خواسته که با من ملاقات بکنه و هر اطلاعاتی که میتونه مفید باشه برای سفر من، این رو من استقبال کردم و با در واقع این رو از طریق رویه‌های خاصی بررسی می‌کنم و من این رو به شما میتونم در واقع قول بدم که بسیار به صورت مستقل عمل خواهم کرد. Ms. Kalantari from IRNA News Agency. I have two questions. The first one is, we know that there's been a lot of opposition to your trip to Iran. There has been even correspondence to the UN against your travel to Iran. What was your experience of your previous experiences of other countries, because Iran is the fourth country you have visited. Did you have the same experience about other countries as well? And my second question is that many Iranians, expatriates actually, have been targeted by many coercive measures. My first one question is that these UCMs, how are they justified when they target Iranians who have nothing to do with the government in Iran? They are living abroad. From Etemad newspaper. Thank you very much for your statement. You representing the United Nations, although you were said that you are not paid by the UN, and in your statement you said a lot of things about the rights of Iranian people by the sanctions. But at the same time, we have this double standard. The UN has a Security Council. One member, the US, is violating the 1321 article. And you know, the people in Iran are pessimistic about your report. Let's be honest. How your report will affect these sanctions, and will make those who have sanctioned Iran, the U.S., to become liable to actually be accountable to what they have done to Iranian people. From next reporter from Fars News Agency. Welcome to our country. Considering the report you have prepared, the draft report, and after you leave Iran and get back to your office, if there are other supplementary reports that will be shared with you, are you going to take them into consideration or not? And considering your experience of your visit in Iran and your interviews and investigations, if you can tell us if how the sanctions have been affected in what area mostly, more than others. Indeed, before I started my
بله، در واقع قبل از اینکه من به ایران سفر بکنم، همونطور که گفتین یک جریانی را افتاد علیه سفر من و از من خواستن که به این کشور نیام و از من خواستن که با یه شرایط خاصی و پیش‌شرط‌هایی بذارم برای سفر خودم. این که در مورد حتی دبیر کل سازمان ملل هم این موضوع رو من مطرح کردم که نباید تاثیر بذاره. من نکته اول رو که پرسیدین، بله همیشه همینطوره. در کشورهای دیگه هم که من رفتم، به ونزوئلا یا سفر قبلی هم به کشور زیمبابوه، همیشه یک کارزاری راه میافتاد علیه در واقع سفر من که در واقع این ماموریت اصلا نباید انجام بگیره، چرا که آنها فقط در واقع معتقد بودن که فقط در واقع این تحریم ها هست که راهکار هست و فراموش میکنن که ماموریت من در چه موضوعی هست و حوزه های دیگه حقوق بشر رو مطرح میکنن، موضوع زندان های سیاسی، زندان بحث قضا، بحث برخورد با اعتراض کنندگان و مسائل دیگه. اما همونطوری که همکارم اشاره کردن، به درستی ما حدود بیش از 40 تا ماموریت موضوعی داریم در سازمان ملل و هر کدوم در یک موضوع خاصی تمرکز داره و فقط باید در اون حوزه کار بکنه. من در واقع گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر نیستم، هم کس دیگه ای در این مورد بحث صحبت بکنه. من فقط باید تاکید بکنم که در حوزه کار خودم تمرکز دارم و این بله این تجربه رو داشتم که همیشه یک در واقع مخالفتی بوده با سفر من و ماموریت من و باید البته بگم که در مورد کشورهایی که تحریم با تحمیل کردن، خصوصا اونها با سفر من مخالفت بودن و با ماموریت من مخالفت بودن. در مورد کشور ونزوئلا اثرات تحریم ها بسیار بسیار وحشتناک و مخرب بوده و من بخیران آمار رو ارقامی رو جمع آوری کردم و مستندار رو جمع آوری کردم. یکی سفر یکی از اون سفیر یکی از اون کشورهایی که تحریم ها رو در واقع این تحمیل کرده بودن، وقتی این در واقع این داستان ها و این در واقع این روایت های وحشتناک رو بهشون ارائه دادم، در واقع یه تغییر دادید داشون سرکرم ایجاد بکنم. بنابراین این تأثیر در واقع این تحریم ها واقعیت اینه که در نقض حقوق بین الملل هست و اثرات بسیار مخربی بر مردم عادی داره و این حقوق انسانی رو داره نقض می‌کنه. بنابراین تجربه شخصی من این هست که همونطور که گفتم، بله کارزارهایی که در شبکه اجتماعی اتفاق میفته همیشه بوده در مورد سفرهای دیگه من، ماموریت‌های دیگه من و در توییتر حتی ملیت من رو زیر سوال می‌بردن و مسائلی که واقعا غیر مرتبط بود و یک در واقع یک گفتمان سیاسی بسیار قوی وجود داره در اطراف اینها، ولی من کارم به مسئله سیاسی مطرح میشه. من فقط تمرکزم به این هست که مستندات رو جذب بکنم که اثرات تحریم رو بر مردم بذاره. من دیپلمات نیستم، سیاستمدار نیستم و کاری به مسئله سیاسی ندارم. در مورد ایرانی‌هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، بله من این رو هم شنیدم، گزارشی دریافت کردم که حتی ایرانی‌هایی که خارج از ایران زندگی میکنن و کار میکنن، آنها هم متاسفانه با مشکلات زیادی مقابله روبرو بودن و واقعیت اینه که این تحریمی که علیه یک دولتی اعمال میشه نباید گسترش پیدا بکنه و همه مردم، حتی همه اطباء اون کشوری که در کشور دیگه زندگی میکنن. و همون موضوعی هست که باید در نظر داشته باشیم که این در واقع تحریم ها داره در مورد حتی افرادی خارج از کشور زندگی کنن، حتی اتباع کشور دیگه که در اون کشور به عنوان پناهنده هستن و حتی مسائل خیلی انسانی مثل یک بیماری های خاص یا داروهای خاص. خب بیماری که در واقع متکی هست و باید هر روز اون دارو رو مصرف بکنه، چرا باید در واقع تحت تاثیر این در واقع تحریم ها قرار بگیره؟ و همونطور که در گزارش خودم گفتم، در مورد افراد و گروه هایی که در واقع هدف این تحریم ها قرار میگیرن، اثرات مستقیم و غیر مستقیم که اینها داره و بحث حقوقی که افرادی که خارج از کشور خودشون زندگی میکنن صحبت میکردم،
ما در واقع بخش دولتی و غیر دولتی صحبت های زیادی داشتم. حدود 40 تا ساعت شاید بیشتر من صحبت کردم. بنابراین گزارشی که می‌بینید نتیجه صحبت های طولانی من با همه افرادی است که به نوعی آسیب دیدن از آسیب ها. در مورد بحث در واقع همچون که گفتم من بله همچون که گفتم من کارمند سازمان ملل نیستم. من این همکاران من اونها هستن و اونها کار خاص خودشون رو دارن. اما علی رغم اینکه من کارمند سازمان ملل نیستم حقوق نمیگیرم، ولی این حق رو دارم که در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل و همینطور نهادهای دیگه سازمان ملل متحد صحبت بکنم و با دولت ها مستقیما باهاشون صحبت بکنم و بهش این در واقع مسائل رو باهاشون مطرح بکنم. من البته نمیتونم این کار رو تحمیل بکنم، ولی میتونم گزارش های خودم رو ارائه بدم و میتونم مستندات خودم رو منتشر بکنم که همه مطلع بشن و من در واقع توجه جهان رو جلب میکنم به این مسائل مشکلی که الان کشورهای تحریف شده باش ما رو برو هستن. در مورد اینکه باید کشورهای تحریف کنن در واقع پاسخ خوب باشن، این اون واقعیت یه موضوع دردناکه که متاسفانه حتی این موضوع دشوار هم در مورد خود حتی تصمیم‌های قانونی شورای امنیت هم مطرح هست. مصداق داره، یعنی واقعا برای من یازده طول کشید از زمانی که در واقع شورای امنیت شروع کرد که تحریم های هدفمند رو تحمیل بکنه. در آن زمان من آمدم در واقع افرادی که در این لیست در واقع تحریم ها قرار می گیرن در تحریم سازمان ملل قرار می گرفتن سازوکارهای متاسفانه سازوکارهای قانونی و چارچوب وجود نداشت و تازه این چارچوب شکل میگیره که باید چه مکانیزمی داشته باشه و هنوز هم متاسفانه چارچوب مشخص و قانونی نداره و ما در این حال اقداماتی انجام گرفته در این راستا. بنابراین کشورهایی که مانند ایران تحت در واقع تحریم هستند اومدن اینها یک در واقع درخواست دادن از دید حقوقی و قضایی و قانون بین الملل که در واقع مثلا تحریم ها در نقض پیمان مقدس بین ایران و آمریکا بوده که در آن اعتراض کرده به قانون بودن این قانون ها و در اون تاکید شده که تحریم ها نباید در واقع شامل موضوعاتی مثل داروها و مسائل انسانی بشه و اونجا اون در واقع دادگاه بین المللی به صورت مشخص در مورد این کار غیرقانونی آمریکا رأی داده، ولی علیرغم اعتراضات اولیه‌ای که آمریکا انجام داد نهایتا به این نتیجه رسید که این در واقع تحریم غیر قانون هست و موارد دیگه ای هم بوده که در مورد قطر هم همینطور. قطر بعد از اینکه مورد تحریم قرار گرفت اومد به سازمان تجارت جهانی مثلا شکایتی رو تقدیم کرد و در واقع اونها هم در واقع این شکایت رو بررسی کردن و نهایتا باعث این شد که این تحریم ها برداشته بشه. وقتی که تحریم ها در واقع یک مورد دیگه که ونزوئلا شکایت رو در دیوان کیفری بین المللی برد، در اون موارد بعضی از موارد خاص باید به در واقع نهادهای خاصی فرستاده بشن، مثلا به در واقع دادگاه کیفری اتحادیه اروپا. بعد ببینید بر اساس موضوع خودش ممکنه متفاوت بشه، اما وقتی بحث نقض حقوق بشر مطرح میشه و ما هنوز داریم در اون چارچوب های حقوقی رو در واقع تعیین میکنیم. همونطور که گفتم ما در واقع اطلاعات مستندات جمع‌آوری کردیم، اما هنوز هم فرصت هست. هنوز هم ما بعد از رفتن من از که ایران هم هنوز هم میتونیم این اطلاعات رو دریافت بکنیم و در واقع یک ماه رو برای این در نظر گرفتیم که بتونیم اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم و بررسی بکنیم و من اونجا بررسی میکنم که ببینم حالا در واقع کدوم مورد نظر هست و مرتبط با کار من هست و بعد
بعد از اون من باید تا قبل از پایان ماه جوان این گزارش رو دو سه اولش رو آماده بکنم و ما سعی میکنیم تا اون زمان هنوز از همه طرف ها بتونیم اطلاعات رو جمع و بری بکنیم. Mr. Motahari from DPA, the German news agency. Hi. We are reported, so we won't put public opinion, and we cannot give them a long UN statement. خب ما گزارش هستیم و باید در واقع از دید مردم باید صحبت بکنیم. نه سازمان ملل. واقعیت بخواهی خیلی خلاصه اگه بخوام بپرسم شما حالا به عنوان کارمند یا غیر کارمند سازمان یا به عنوان سازمان ملل یا حتی به عنوان یک پروفسور و استاد دانشگاه شما در ایران وقتی حضور داشتین و همه آگاه هستن از اثرات منفی تحریم ها بر زندگی مردم ایران، اما سوال این هست که چقدر این تحریم ها بد خوب هستن یا بد اون مهم نیست. سوال من این هست که آیا سازمان ملل اصلا کاری میتونه بکنن که این تحریم ها برداشت بشه؟ چون ما داریم راجع به تحریم های صحبت میکنیم که یک ابرقدرت جهانی این رو تحریم کرده، چون این یه بحث تکنیکی نیست و فنی نیست. مثلا بحث تحریم های بانکی رو وقتی مطرح میفرماییم این معنیش این هست که این کشور، حالا هم دولت هم مردم، چیزی نمیتونن در بازار جهانی بخرن و نمیتونن بفروشن. بنابراین به زبان ساده، نه به زبان سازمان ملل، میتونید بفرمایید که تا کجا این گزارش شما به چه میزان میتونه که در سپتامبر تقدیم خواهد شد میتونه این وضعیت رو تغییر بده؟ میزیار محمدی، اطلاعات نیوزپیپر. Hello, thank you very much for your report. Very, very interesting, good points, true. My question is that in your report, will you address the billions and billions of, you know, the economic losses inflicted on this country as a result of the sanctions, you know, the victims, the EB children who died from cancer, and if the you know, have you received any reports, and will you address that in your report, and the, you know, statistics and the numbers, and will this report will have a consequence in the UN, that there will be a consensus in the UN that other countries will agree that to do something to lift these sanctions? Is there a hope? Is there something? Should we be optimistic about it? And my next question is, which part of your report and perhaps your meetings with interlocutors was impressed you more? More than other meetings about the impact of the sanctions. Was in, I had the impediments in some. May I repeat the translation? I haven't heard half of them. The last part of the question was that in your actually which part of your meetings with interlocutors impressed you as the most the actually drastic part and the saddest part. I mean, that you reflected in your report. Which one of the predicaments that of Iranian people impressed you more as a result of the sanctions? Ms. Salari, Iran newspaper. سلام، خوش آمد میگم خدمتتون. ماموریت شما در مورد تاثیر اقدامات یک جناب قهرمانی بهره‌مندی از حقوق بشر است، اما بر اساس آنچه که کارشناسان در واقع تحریم ها مطرح می کنند، انواع مختلفی از تحریم ها وجود داره. حتی تحریم های سازمان ملل تاثیر منفی بر زندگی بر در تحقق حقوق بشر دارد. لطفاً بفرمایید که آیا امکانی باره که در واقع ماموریت خودتون رو در واقع گسترش بدیم به همه تحریم ها، حتی تحریم های سازمان ملل؟ I thank all of you for questions.
از همه شما تشکر میکنم از سوالتون و سعی میکنم اینها رو با هم پاسخ بدم. در مورد تأثیری که به گزارش من ممکنه داشته باشه سعی میکنم خیلی خلاصه بگم. من رئیس دنیا نیستم و نمیتونم متاسفانه نمیتونم تأثیر مستقیم و فوری بگذارم بر کارهام، اما آنچه که میتونم انجام بدم اینم که سعی کنم که این موضوع و این گفتمان را در اونجا ایجاد بکنم بین کشورها. وظیفه من هست که با ارائه مستندها اونها رو وادار کنم و تشویق کنم که در این موضوع صحبت کنن و فکر کنن. و در واقع و همچون تجربه کشورهای قبلی هم نشون داد، من وقتی در مورد بحث اجرای افراطی تحریم صحبت کردم، اتحادیه اروپا شروع کرد این رو این بحث ها رو متوقف کرد. یا اتحادیه اروپا یک نهادی رو ایجاد کرد که بتونه مشورت بکنه با سازمانات دولتی در این زمینه. بنابراین اینا دستاورت های کوچیکی بود که این گفتمان و این آگاهی رو ایجاد کرد حداقل در بین کشورها. بنابراین اینکه یک شبه این مشکلات حل بشه نه، این اتفاق نمیفته، ولی حداقل میتونه این آگاهی رو ایجاد بکنه، این بحث رو ایجاد بکنه و اونها رو در واقع وادار کنه که راجع به این فکر کنن و صحبت بکنن. و اینکه بحث ها که آیا این تحریم ها خوبه یا بده به صورت سیاسی نباید ببینیم، باید راجع به قوانین بین الملل نگاه بکنیم و این رو در چارچوب در واقع مستندات بررسی بکنیم. و بنابراین وقتی که اگر بتونیم این کار رو پیش ببریم میتونیم به این نتیجه مثبت برسیم. در مورد تحریم های بانکی، سیستم بانکی، به همین دلیل بود که من به رمان تحریم های ثانویه و اوورکامپلایی صحبت کردم. ما باید در واقع بحث های چند جانبه داشته باشیم که بتونیم راهکاری پیدا بکنیم که مانع از این بشیم. مشکل این هست که بانک ها و شرکت ها حتی در مورد گفتن که ما میخواییم تجارت داشته باشیم با ایران، ولی ما در امان نیستیم و تحریم ها در واقع نگران اون این هستیم که حتی در مورد شرکت هایی که گفتن که ما حاضریم که تجارت انجام بدیم، ولی حتی اتحادیه اروپا هم حتی دولت های خودمون هم از ما حمایت نمی کنن. و بنابراین نقش من همین است که این موضوعات رو برام اونجا مطرح بکنم و آگاهی ایجاد بکنم که چطور میتونن حداقل دولت های اروپایی با شرکت هاشون صحبت بکنن. در مورد در واقع نمیتونم آمار و ارقام داشته باشم که چقدر در واقع میزان خسارتی که وارد شده. در واقع این یک کار فنی هست که این رو میشه در سطح دیگه انجام داد، اما من این فکر کنم دولت ها خود دولت بهترین منبع هست که بتونه این آمار رو بده. من روی کردم این هست که اگر دولت بتونه این آمار رو جمع آوری کنه و این رو به مجامع حقوقی بین المللی مطرح بکنه، هدف معمولیت من این هست که تاثیر این تحریم ها رو بذارم، بتونم بررسی کنم، تحلیل کنم و بتونم در واقع چارچوب هایی رو پیشنهاد بکنم که این در واقع بررسی دقیق تر انجام بشه. اون سوال آخری که فرمودید که کدوم مورد بود که بیشتر من رو تحت تاثیر قرار داد، اگر از جنبه عاطفی بخوام بهش بررسی بکنیم، جلسه ای که داشتم با کودکان در واقع بیماری که داشتن رنج می بردن و یا والدین اونها که درآمدی نداشتن که حتی بتونن دارو کافی برای بچه‌هاشون تهیه بکنن، اتباع ایران هم ایرانی بودن و همینطور پناهندگان افغانی بودن، اون قسمت واقعا بیشتر منو تحت تاثیر قرار داد. ولی واقعیت اینه که من قرار نیست احساساتی بشم و بحث عاطفی مسئله نیست، من بعد از جنبه حقوقی و قانونی به صورت کاملا به صورت مستقل و بدون جانبداری همه جوانب رو بررسی کنم، مستندات رو جمع‌آوری کنم و این رو بتونم در گزارش هم ارائه بدم. بنابراین همونطور که از کردم، حالا چون پرسیدین، من از حتی از دید احساسی هم همه موارد رو بررسی می‌کردم. در مورد سوالی که مربوط به انواع مختلف تحریم‌ها پرسیدیم، وقتی در مورد بحث تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه صحبت می‌کنیم، یک اختلاف وجودی وجود داره. واقعیت اینه که بحث قانونی بودن تحریم‌های شورای امنیت بحث توش نیست، ولی بحث قانونی بودن تحریم‌های یک جانبه اونجا بله بحث زیاده هست و اونجا بحث
در واقع آلام و مصیبت هایی که وارد میکنه بر افرادی که هدف اون در واقع فهم هستن. در گزارش خودم من همونطور که دیدم حتی وضعیت دیپلمات ها و بحث های دیگر را هم مطرح کردم. من خیلی وارد جزئیات هر شغلی وارد نشدم، چون واقعیت اینه که همه مشاغل تحت تاثیر قرار گرفتن و بحث میدونیم بحث قوانین سازمان تجارت جهانی در مورد آزادی سرمایه‌گذاری همه اینا نقش شده. بنابراین بحث از دید تاثیر بشردوستانه که گذشته، یک اشاره میکنم که یک مطالعه که اول دهه 2000 انجام شده در مورد تاثیر تحریم‌ها بر عراق که آن زمان ده تحریم بود و آنچنان نتیجه این بود که آنچنان اثرات این تحریم ها وحشتناک بود که حتی خود شورای امنیت آمد و تغییر نظر داد و تغییر داد این تحریم ها را. شورای امنیت سازمان ملل در واقع اومد به عنوان مدت 40 روز را به 6 ماه افزایش داد، چارچوبی که میتونست در واقع یک این تحریم ها کاهش پیدا بکنه. و این تحریم های یک جانبه که امروز ما میبینیم غیر قانونی بودنش، وظیفه من هست که غیر قانونی بودن تحریم های یک جانبه و را بررسی بکنم. این ماموریت من محدود به همینه و فراموش نکنید که من در واقع دومین نفری هستم که این ماموریت رو به عهده گرفتم و خیلی تازه است و تازه چندین ساله که در واقع تأسیس شده. Thank you very much indeed for your comments. You talked about the negative impacts of UCMs on healthcare, especially on people with a special disease. Are you going to openly declare in your final report that this is a crime against humanity? Why? One more question. Why are the your colleagues and do not follow your model in highlighting negative impacts of UCMs? I think they are supported by developed countries and they are not independent like you. Thank you. Saeed Azimi, Tehran Times Daily Newspaper, which is in English language. سلام و خوش آمد عرض میکنم. بعد از سفرتون وقتی برگردید چه اقداماتی از شما انتظار میره برای بحث اجرای افرادی تحریم ها در مورد افراد و شرکت ها؟ مستر محمد علی حسن نیا is not Iranian student news agency. Yeah, he's absent. Mr. Ehsan Kevani, CGTN. It is in English. من مصاحبه داشتم با بیماران بیماری های خاص در ایران و میدونم که واقعا دارن زجر میکشن از تحریم های یک جانبه. یکی دو تا از همکار هم سوال مشابه پرسیدن. سوال من اینه خانم، چقدر مردم ایران میتونن امید داشته باشن اینکه گزارش های شما به صورت عملی کاهش بده یا از بین ببره آلام و رنج های این افراد رو؟ سپاس گذارم. متشکرم. ما فقط نیمی از افراد سوال پرسیدن، از ما خواستن که خیلی سوالات رو کوتاه پاسخ بدم. در مورد اینکه بحث حالا جنایت علیه بشریت بخوام بگیم، من دادگاه عالی قضایی نیستم. من میخوام فقط نقض حقوق بشر رو و تأثیرات عملی رو در واقع نشون بدم و بعد توصیه نداشته باشم. در مورد سایر گزارشگران، هر گزارشگری خودش مستقله تو ماموریتش، هر کدوم تو حوزه فعالیه، تو هر حوزه مسائل مختلف مطرحه و اولویتاشون متفاوته. متاسفانه در مورد تحریم‌های یک جانبه معمولا دیدگاه افراد سیاسی است. اگر رسانه‌های بی بی سی و رویتر و بقیه رو ببینید، رویکردشون اینه که ما
آسیب نمیزنه و غالبا گفته نمیشه، ولی متاسفانه چشم پوشی میشه به نظر من. چون گزارشگر ویژه مسئول بحث قضایی بعد از اینکه رفت زیمبابوه، گزارشگر مواد غذایی، چند پاراگراف راجع به تحریم های اثرات منفی تحریم گفته شده بحث رو تامین مواد غذایی. وقتی من در مورد بچه های پروانه صحبت کردم که بهشون در واقع پانسمان مربوطه نمیرسه، بعضی از همکاران یه بیانیه مشترک تنظیم کردن در مورد بچه هایی که در ونزوئلا این آسیب رو دیدن و بعضی از همکاران همراهی کردن. اخیرا یک پرس ریلیسی منتشر شد برای رسانه ها که از همه کشورها خواسته زیر ساخت های اساسی رو از تحریم ها معاف بکنند و بعضی از همکاران من با من همراهی کردن و فکر میکنم اگر تمرکز روی نباشه به خاطر حالا سوء نیت هستش. شالا بعضی چون تخصصی میخواد اطلاع ندارن، ولی الان بیشتر و بیشتر افراد دارن همراهی میکنن و برای من این ازشون خواسته همه خواهم که همراهی بکنند و اونوی گزارششون مطلب مطرح بکنند. در مورد پیشگیری از اوور کمپلاینس یا اجرای افراطی ترمون، من سعی کردم در واقع گفتمان این رو ایجاد بکنم در مورد ترمای سانبی و بحث اوور کمپلاینس و بحث حقوق بشر. اینو خودم تلاش کردم. بیماران چقدر امید داشته باشن که راهکار عملی براشون اینجا بشه؟ سوال بعدی بود. از دید خودم من میتونم برای کشورها نامه بنویسم و برای شرکت نامه بنویسم و اونایی که کمک نمی کنند. و به نظرم هم دولت ها و هم کشورها یواش یواش دارن در واقع حساس میشن وقتی میبینن چقدر مردم رنج میکشن از عدم همکاریشون. ما امیدواریم که تغییر ایجاد بشه. دست کم بیا راجبش صحبت میشه. در مورد ایران مثلا یونیسف خیلی خودش فعاله و یونیسف داره تلاش میکنه که در مورد بیماران HIV در مورد یون ایدز همینطور و بقیه آژانس ها هم دخیل بکنه، بیمارانی که بیماره پروانه ای هستن و بقیه بیماری ها. بنابراین به نظرم بشره تغییر خواهد کرد. من خیلی امیدوارم که در مورد کودکان پروانه مثلا خودم پیگیریش هستم تغییر بکنه. به همین دلیل که از یونیسف و یون ایدز میخوام که به این تعاملشون ادامه بدن و همکاری فعالشون. دفعه آخری که یونیسف همراه کرد تونست 6 تن پانسمان برای بیماران پروانه تامین بکنه برای دوره خاص. Thank you. Miss Yogana Shokotona from After Yaz Daily Newspaper. Okay. سلام، خوش آمد به ایران. میتونید جزئیاتی رو بگید در مورد تأثیر تحریم ها روی دانشگاه های ایران و تحصیلات دانشگاهی؟ مس ارسلان شهلا فرام بلومبرگ تی وی. میتونید برآورد کنید که تحریم ها چه هزینه‌ای برای اقتصاد ایران داشته؟ مخصوصا تو بخش در واقع درآمد نفتیش از نظر حالا به صورت میلیارد یا میلیون دلار چقدر بوده این تضمین؟ مستر کامران کرمی، The World of Economy Daily Newspaper، دنیای اقتصاد Daily Newspaper. مستر علیرضا اصلی، IRIB Iranian Broadcasting Corporation is going to be the next journalist is going to ask a question. IRIB is Iranian National TV. Hello and welcome. You made some recommendations at the beginning, at the introduction. You made recommendations to those sanctioning states. That was general. I think you need to propose practical steps as a special rapporteur. What practical steps or recommendations do you have for countries which need to be accountable and responsible in imposing unilateral coercive measures? Thank you. Thank you very much. Coming to the first question, خیلی متشکرم. در مورد سال اول، در مورد تأثیر روی دانشگاهی ها، تأثیر که به من گزارش شده از منابع مختلف در مورد دسترسی بوده به
بحث تبادل دانش و اطلاعات و تجربه، گزارشی که شده این هستش که خیلی از ژورنال های بین‌المللی اصلا مقالات دانشمندان ایرانی رو در نظر نمیگیرن برای چاپ. حالا صرف نظر از اینکه مثبت یا منفی بوده، موارد مختلفی من گزارش بدم. موضوع بحث دیگه دریافت دعوتنامه به کنفرانس هاست و ثبت نام در کنفرانس ها و سمینارها. ملیت ایران اصلا تو فهرست شرکت کنندگان نیست تو خیلی از این ثبت نام ها. بحث دیگه پلتفرم های مثل زوم هست که مواردی بوده که مثلا وقتی به عنوان ایرانی ثبت نام میکنید از شما دعوت نمیشه برای که در همایش‌های آنلاین شرکت بکنید. گزارش داده شده در مورد کاهش دسترسی به بحث‌های آموزشی و دیتابیس‌های آموزشی. اگر بگید که ایرانی هستین دسترسی ندارید. مجبورید دروغ بگید. نباید بگید ایرانی هستین تا دسترسی پیدا کنید. تبادلات دانشگاهی و شرکت در رقابت‌های بین‌المللی هم همه اینها باز آسیب دیده. گزارش شده به من در مورد پژوهش و تحقیق پروژه‌های تحقیقاتی، حتی اگر حالا یک پروژه ایرانی‌ها موفق باشن، متأسفانه حمایت مالی ازشون نمیشه بابت پژوهششون. حالا همچنین دانشمندان خارجی که در سمینارهای ایران هم شرکت بکنن، مواردی بوده که در واقع دانشمندی به ایران اومده نتونسته از نهادهای آمریکایی ویزا بگیره به طور خاص، مثلا وقتی برگشته. برآورد هزینه ها من نمیدونم، من اقتصاددان نیستم، نمیتونم محاسبه بکنم. معمولیت هم گسترده‌تر هستش. در مورد توصیه های عملی و گام های عملی من مخالف سالق هستم. من کاملا مطمئنم که گزارش من عملی است برای برداشتن تحریم هست. توصیه های من عملی بوده. من برای تمام زیرساخت رو گفتم باید تحریم برداشته بشه، زیرساخت های حیات حساس و حیاتی. تو گزارش هم گفتم نباید تحریم ها بیش از حد اجرا بشه، اوور کمپلایز شده بشه، پایش اتفاق بیفته، برمی همکاری داشته بشه. بحث تعهد کشورها مطرح بود که قطعا شرکت های کشور خودشون بیش از حد تحریم ها رعایت نکنن. خیلی توصیه های من عملی بوده. حالا من پیش‌نویس رو نوشتم و بعد خواستم کشورها این رو اجرا بکنن و شرکت‌ها این رو اجرا بکنند، این توصیه های من رو. سارا اسلامی وایس. صداشون خیلی ضعیف هست. Could you tell her to speak on the mic? که تحریم‌ها به گسترش فساد و بازار سیاه داشتن. من از دور داشتم شنیدم، متاسفانه صداشون بسیار دور از میکروفون بود. سوال دوم رو بخونم. مستر کبومه AFP France English in English. سلام خانم دوام، دو تا سوال دارم. صحبت کردید در مورد تفاوت بین تحریم ها، اونهایی که اقدامات یک جانبه قهرآمیز هستن که غیرقانونی هستند و شورای تحریم های شورای امنیت که قانونی هستند و مشروع هستند. تفاوت بین تحریم ها برای ایرانی ها توضیحش چی هستش؟ ایرانی که هایی که در 40 سال گذشته تحت یکی از این تحریم ها بودن، چه قانونی چه غیرقانونی. سال دوم من میگه شما اولین گزارشگر ویژه ایران سازمان هستید که در این 15 سال ایران اومدید. آیا امیدوارید که این سفر راه رو باز بکنه که گزارشگر ویژه دیگه هم به ایران سفر بکنن یا خیر؟ متشکرم. مستر امین خدادادی NBC. سلام خانم جان، متشکرم وقتی که من دادید. سوال اول من در مورد بخش مهم یا مهمترین بخش گزارش نموده، اینکه تأثیرش روی زندگی مردم عادی، تأثیر تحریم‌ها. سوال دوم،
همون سوالی که قبلا مطرح شد نفر قبل گفتم و به اون ارتباط داره. بعد از سالهایی که دلایل گزارشگری بیشی به ایران اومده، همیشه هم دور و اشتباه حاشیه بوده در مورد ورود گزارشگر ویژه به ایران، دولت ایران چقدر با شما همکاری کرد و تفاوت رویکردها چی بوده که این سفر محقق بشه؟ متشکرم. در پاسخ به سوال اول در مورد تأثیر این تحریم روی اقتصاد و قیمت ها، بله قطعا تأثیر بسیار ژرف بوده. من میخوام که باز به بیانیه نهایی من توجه بکنید که من اینا رو توضیح دادم و همچنین نتیجه گیری و جنبندی کردم، تأثیرش رو گفتم تو گزارش. توی متن تحریم وجود داشته، تأثیر بسیار بالا بوده و تأثیر زیادی هم با تو تورم داشته این تحریم ها. باید رو اشاره کنم که من هیچ عنصر دیگری رو ارزیابی نکردم، چون باز کرونا هم تأثیر رو اقتصاد گذاشته. تعداد زیادی از پناهندگان باز تأثیر رو اقتصاد گذاشته، میگه پناهنده زیاد بوده، عوامل مختلفی تأثیر داشته. من فقط تحریم ها رو دیدم و دیدم که تأثیر تحریم ها بوده و بعد بسیار هم تأثیر عمیق بوده. در مورد بحث جرم بودن، جرم بودن اینجا نباید در مورد بحث جرم بودن در ایران صحبت بکنیم، در مورد گستره تر به این بحث توجه بکنیم. من دیدم که تو کار خودم در دو سال گذشته وقتی یک کشوری تحت تحریم هستش، حالا فقط من ایرانم نمیگم، هر کشور دیگری که تحریم شده من میگم، وقتی یک کشوری تحت تحریم هستش باید یه راهی پیدا بکنه که پولا رو در واقع و کالا رو تحویل مردم بده. هر کشوری هم یا شرکت‌های خصوصی از طریق بانک‌های مختلف عمل می‌کنند یا از طریق شرکت‌های دیگری در واقع عمل می‌کنند، این قیمت ها رو میبره بالا، طول زمان تحویل کالا رو افزایش میده و در نهایت نمیتونیم بفهمیم. ببینیم که مثلا شرکت میانجی یا واسطه سوم چهارم چی بوده یا چی بوده و این امکان فساد رو بالا میبره، قیمت ها رو بالاتر میبره. ولی خب یه قرارداد ببندیم پول منعقد بشه، خب همه چی شفافه، رسمی قسمت بانک همه چی مشخصه، ولی اگر قرار پولتون از طریق چند تا واسطه جابجا بشه و کالا هم از طریق بعضی وقتا مثلا در مورد دارو اصلا معلوم نیست چند تا واسطه هستش، بعضی وقتا گفتم که مواد اولیه کیفیتش پایینه و یک عالمه دارو هم تقلبی بوده مطرح شده. بنابراین خیلی هم فقیر هستن، حمایت اجتماعی به حداقل رسیده، بنابراین مجبورن راهی پیدا بکنن شرکت ها دولت ها که بتونن حالا زندگی ها رو مردم عادی رو پیش ببرند و ممکنه در واقع وقت جرم همونجا اتفاق بیفته. متاسفم. در مورد تفاوت بین تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جانبه، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل باید عرض بکنم که مشروعیت داره. گفتم واسه همینی که مشکل مشروعیت ما نداره. در مورد تأثیر بشردوستانش گفتم که شورای امنیت بس 2015 خیلی روش تغییر کرد، تحریماش کوتاه مدته و بعد تأثیرات بشردوستانش خیلی کمتره. در مورد تحریم های یک جانبه میخوریم به مسئله بحث جامعیت این تحریم ها و بعد هم اجرای افراطی اونها. حالا بیش گزارش کردن دیگر سازمان ملل، امیدوارم که اتفاق بیفته. من میدانم که 10 ساله کسی به ایران نیومده، گزارشگر ویژه به ایران نیومده و امیدوارم که اولین گزارشگر باشم، البته آخرین نباشم تو این حوزه و راه باز بشه. میدونم دولت الان داره با سازمان ملل تعامل داره که برنامه همکاری بچینه. یکی از توصیه‌هایی که من داشتم این هستش که تعامل بیشتری به صورت فعالانه‌تر با در واقع سازمان ملل اتفاق بیفته. حالا سوال آخر نزدیک به این سوال قبلی، خب توی طبق قوانینی که ما داریم باید اجماع باشه بین دولت و هیئت سازمان ملل که سفر اتفاق بیفته.
هیچ کس نمیتونه منو مجبور کنه که کشور رو بازدید بکنم اگر خودم نخوام، و هیچ کسی هم نمیتونه کشوری رو مجبور بکنه که سفر یه گزارشگری تحصیل بکنه. این دو جانب است. تو تک تک ماموریت‌های ما اینطوریه. اگر به توافق برسیم به یه کشور و هر گزارشگر ویژه‌ای سفر محقق میشه، اگر طرفین به توافق نرسن سفر اتفاق نمیافته. در مورد منم همینطور بود. در مورد مهمترین بخش گزارشم چیه؟ همه گزارشم مهمه. دقت بکنید. توی گزارشم اطلاعات واقعی رو من مطرح کردم. گفتم ارزیابی مشروعیت داشته، توصیه هام، گربندی هام، و هیچ بخش نمیشه حذف کرد. همه این گزارش اهمیت داره. Mr. Bahram Mazahri from Mizan website, which is affiliated to Iranian Ministry of Judiciary. Hello, welcome. You know, unilateral coercive measures, especially economic sanctions, violate the right to life to many people. Many people call it silent genocide. This can account for crime against humanity. Okay, now, based on that, what international mechanism can be devised to prosecute sanctioning parties? And what is the impact of these sanctions on international peace? Thank you. Mr. Alireza Abbaszadeh, Al Jazeera English. عصرتون بخیر. نتیجه عملی سفر شما برای مردم ایران، مخصوصا برای بیماران و کودکانی که دست و پنجه نرم میکنن با کمبود داروهای حیاتی به خاطر تحریم ها چیست؟ مستر محمد باقر حیدری، العالم تی وی استیشن ارز عربی تی وی چنل. هلو، گود دی. Your report going to alleviate U.S. UCMs or not? Is it going to reduce the number of these sanctions or not? Your report. Yeah. Thank you very much for your question. As concerned the possible خیلی متشکرم بابت سوالاتی مطرح شد. در مورد سازگاری احتمالی که وجود داره برای بحث کار استفاده از نهادهای حقوقی مطرح استش که ایران هم پرونده در ICJ یا دیوان بین المللی دادگستری پرونده رو مطرح کرده. در مورد بحث جنایت علیه بشریت من منتظر نتیجه دادگاه هستم. در مورد ونزوئلا، ونزوئلا این کار کرده، اومده در دادگاه بین المللی مطرح کرده. این سازکار وجود داره برای بحث، برای این بحث جنایت علیه بشریت. در مورد تأثیرش روی سلسله بین المللی، به نظر من تأثیر این روی اصولگردی خیلی زیاد بوده. اولا اگر کشوری بعضی وقتا حالا ایران من نمیگم، کلی تر رو عرض بکنم تو بحث اقتصاد، اولا مهاجرت زیاد میشه، خیلی از کشور میرن، خیلی فقیر میشن داخل کشور. شورای امنیت میگه مهاجرت ها به خاطر تهدید امنیت و صلح جهانی بوده. بعضی وقتا هم سازمان های تروریستی هم از این زبان استفاده میکنن، میگن که افرادی رو تحریم ایجاد میکنن از شیوه های تروریستی استفاده میکنن و باید ما پاسخ متقابل بدیم. با انجام این کار خیلی ها میان تو این گروه ها عضو میشن، فعالیت تروریستی انجام میدن برای مقابله، و الان به استراتژی مقابله با تروریسم سازمان ملل در واقع اشاره میکنند، و دبیر کل هم در واقع پشت اون هستش. میگه که این گزارش میگه که مبارزه با فقر و رعایت حقوق بشر دو تا ابزار اصلی هستن برای پیشگیری از تروریسم بین‌المللی. میدونیم که تروریسم خب یک تهدید هستش برای امنیت و صلح جهانی. اشاره کردم به مسئله این بحث جرم فرامرزی بودنش. اونایی که تو این حوزه فعالیت های مجرمانه از واقع مرتکب میشن. بنابراین میگم که در این مورد خاص، در مورد ایران گفتم نمیگم این رو، چون در مورد ایران این رو تجزیه تحلیل نکردم.
من به طور کلی به این سوال پاسخ دادم. در مورد سوال اینکه بیمارها چه امیدی داشته باشند، من فکر کنم جواب دادم این سوال، دو بار جواب دادم این سوال رو. در مورد آیا گزارش من رفتار کشورهای تمکانی تغییر میده؟ نه، من مجبورش نمیتونم بکنم، ولی میتونم مستنداتی ارائه بدم که به این رجبه صحبت بشه. این گزارش رو ما به شورای سازمان ملل، شورای در واقع حقوق بشر تحویل میدم، اونجا بحث و بررسی میشه. آقا مستر وحیدی العراقیه، العراقیه Thank you for the very good explanations and report. My question is that you know that those who have imposed the sanctions, actually it is the United States of America. And especially during the Trump administration, they described it as the maximum pressure against Iran, aiming to actually, the Iranian government. Your report has addressed many of the pressures and the consequences and the impacts of those pressures. And they... از اون روی کرد میخوام بفهمم که آیا گزارش شما به صورت غیر قانونی از سوی آمریکا سوء استفاده نخواهد شد؟ چه تضمینی هست؟ این سوال من و پیرو این شما چیزی که من فهمیدم شما And what I understood international law. You are an expert in international law. And according to international law, is there a law on the basis of which you can use that framework that the report will not be misused by the U.S., especially given the fact that the sanctions are also affecting other nationals, for example, the people of Iraq. Iraq is dependent on doing trade with Iran, and the sanctions have also affected the neighboring countries. Not just the Iranian people. Thank you very much. Mr. Al-Wazir from Arabic Al-Jazeera. بسیار خب همین سوال پایانی بود. آخرین سوال خیلی جالبه. من بحث در واقع فشار حداکثری رو من در گذاشتم در نظر گرفتم و این از دید می کنم که در بحث در مجامع یک ملت That's why to prevent any possibility of misuse, I try to be as precise as possible. If I only see that sanctions are affecting human rights in Iran, it will be said, oh, how can you trust? Maybe she is biased. But I have seen the documents and verified the documents. And I state that this is the happening. It's much more complicated to misuse the report because figures and evidences speak much louder than the generic figures. Thank you all of you for coming, and I hope that I provided responses to all your questions.